الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم همتون به خانه خدا خوش آمدید. الله جل و علا شانه او قدمای ما و شما برکت عطا کنه، خداوند ملک آباد گردانه و همیشه و همیشه در قلبای ما و شما خداوند الفت و مهربانی و یکدیگر دوستداری را زیاد گردانه. سه چی را هیچ محل از دست نتیه. یکم وقتی خوبه، وقتی خوبه مینه که شب جمعه، شب 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 خوبه، وقتی خوبه ای دست نتیه. دویم رفیق خوبه، رفیق نغزه، آدم نغزه ای دست نتیه. برای که آدم خوب و رفیق خوب یافتن این بسیار امر دشواره. سیوم برادرو مکان خوبه. یه مراتبه ما و شما فکر کنیم که در کدام مکان شتگیه. هر خل انسان در مکان خوب ششته نمیتونه. وقتی خوب، مکان خوب، رفیق خوب ای دست نتیه. در سه حالت خوب اومدگی شب جمعه نقطه دوست میداشترین خدا مسجد، از همه چیز مهم همین که مشغولیم به سخن خدا و رسول. از این رفیقای خوب نمیشوند که در عبادت با شما شریکن، شریکی در عبادت. الحمدلله این سه چیز از دست نتیه. دو چیز بوده که گناه را برادران نابود میکرده، دو چیز بوده که گناه همه ششته، دو چیز بوده که گناه همه حو میکرده، دو چیز بوده که گناه از بین میبوده، دو چیز بوده که گناه از زنگی که در روح و جسم و روانی ما اصدگی هست چکار میکرده برادران عزیز، از بین میبوده. یکم کسلی بوده، یکم بیماری بوده است که گناه را میسوزونده. رسول اکرم صلوات الله ربی و سلام فرمودیان به یکی از اصحابشان که کسل بود معویزه کردن و فرمودن خدا بیماری تر گفت یک وسیله قرار دادگی ای که گناه های تو میریزه. آدمی که تول ارزه میکنه گناهاش میریخته، آدمی که حرارت میکرده گناهاش میریخته. هیچ محل برای حرارت، برای تبل ارزه کردن، برای بغم در کردن هیچ محل جناب پیغمبر گفت از اینکه شکایت نکنه، هیچ محل شکایت نکنه. زیرا فایدهش همین بوده که در بدن شما گناه نمیمونده. هیچ محل شکایت نکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیان که کودک ها را با پنج خصلت دوست میدارم. اگر پنج خصلت در کلان ها میشدن، همین پنج خصلت در کلان ها میشدن اولیای خدا بودن. یکم کودک برای چی دوست میدارم که همین حاضره تا کاسه اوقات شمه خراب پگشت پروانه داره که اکجا میبیار. اگر همین در کلان میشد گفته اولیا بود. دویم گفته اگر همو سله خدی کودکاش قدی جنگ شود گفته بومی بین اجا اشتی میکنم. همین حوزی یک ساعت جنگ هست ساعت دیگه اشتی هم. اگر همین کلانو دو میشد گو اولیای خدا بودن. سیوم گفته اگر کسل شوند با کسی شکایت نمیکنم. همون خیل خوب میرن، همون خیل عذاب میکشن، نمیگن که کجای ما در کردسته. اگر همین در کلانو میشد گفت همینو چی بود اولیای خدا بودن. چهارم گفت است اگر زیباترین لباس ها با کودک پوشانی میبرخشه در خاک لای میزنه، زیرا این که خصیات و طبیعت خاکساری داره. زیباترین لباس ها پوشان در خاک آوده میدوه. اگر انسان هم دنیا را مثل کودک ها خوار میکردن اولیا میشدن.
پنجم گفته خصلت کودک فقط شب گریه های، گریه کاری بیشتی های. اگر کلانا شما میخزنن کودک گریه میکردن گفته اینا هم بیشتی میشدن. پنج خصلت خدا در کودک داده گفته در کلانا داده. اگر کلانا همی چرا عبرت گیرن اولیه ها همیان. هیچ محل های تبلرزه گریه نکنه، هیچ محل از حرارت نالش نکنه، هیچ محل از بغمدر نالش نکنه. درد همیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن گناه ها نابود میشوند به این سبب. شکوه نکنه، هیچ محل گیله نکنه، زیرا اینکه اجر و مکافات و ثوابی که کسلی در وقتی همون صبر میکنه داره به سبب شکوه و شکایت به سبب گیله کردن همون را دست میداده. یگانه چیزی که گناه را محو میکرده برای امت رسول الله بیماری بده. دویومین چیزی که گناه از امت رسول الله میسوزانده پاک میکرده سجده بده. چی بده است؟ سجده. حضرت صوفیان ثوری را پرسیدن که حضرت گفت اگر خداوند روز قیامت از من پرسه که صوفیان بهشت انتخاب میکنی یا سجده را گفت من گشته میبیم سجده را میقبم. برای آن که سجده برادرای عزیز یگان چی بزرگتر انگی سجده نیست، گناه رو میرزانه. هیچ محل دانی نکنون داروهایی که گناه هم میرزانه شناسه. در یگان جای دنیا هست که داروی که بخری گناه رو ریزه؟ نه عزیزم، انا این چیا گناه رو میرزانده است. داروهای ریزاننده گناه سجده. در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن آدم وقتی که سجده میکنه در مدت سجدهش چی ستایش میکنه؟ بین وی و بین خدا پرده نیست. وقتی سرش همه برداره با سجده ده میروه، سجده یکمش رحمت های، سجده دویمش عوف گناهاش های. ما برای همین در هر یک رکعت چند سجده داریم؟ یکمش رحمت خدا بده، دویمش چی بده عزیزان؟ عوف. تمامی کمبودیاش در خداوند خطی سفید میکشیده که تو سفید شدی. انا میه مکافاتی سجده. در حدیث دیگری آمده بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیان که سجده گناه همین خیل میرزانه چی خیلی که شمال تیراما برگای درخت میرزانه. من شما یک سر میخیزه که ولی برگای یکان دانمه موندیم. سجده همین بوده عزیزم. روز حجۃ الوداع بعد 6 ماهش رسول اکرم صلوات الله ربی و سلام این دنیا را پدرود گفتن، از دنیا گذشتن. آخران حج که کردن نام این حجۃ الوداع بود. بلند شدن بالای تپه ده گفتن خبرتان کنم به یک عملی که خداوند آبروتان را بلند کنه و گناهاتان را پاک کنه. غصن یخ شاخچه خرمای قاقه میگه گرفتم برگاش کشال بود. همی خیلی دکه دادن میگه همه برگا ریخت. گو میخوای که همی خیلی برگا بارین گناهاتان ریزه؟ گفتم بله. گفت 5 وقت نماز داستانش همینه. کسی 5 وقت نماز میخوانه مثل برگهایی که درخت میریزه گناه خیلی میریخته پاک میشده. داستانی نماز همینه عزیزو. یکی از داروهای رزاننده گناه این نماز بوده. دو چیزه بوده که انسان را پاک میکرده. یکم بیماری. برادر عزیز، کسی که بیمار میمره و شهید میمره. هیچ محل از بیماری نترسه. رسول اکرم صلوات الله ربی و سلام بیمار شدن. حضرت ابوبکر صدیق بیماری قد از دنیا گذشتن. اکثریت صحابه بیماری قد مردن. هیچ محل از بیماری نترسه. درد برای مسلمان شهادت ها. دویمین نصیحت این روانشناس و آرام کننده روح، این شخصیت در کتابش می نویسه هیچ محل به خودت سخت مگیر. برای خودت مهربان باش. زندگی را بسیار سخت نساز. خودت را بسیار اسیر این دنیا نکن. زندگی را چی در کار برای خودت تلخ میکنی؟ تو خودت هستی که برای خودت غم میزایی. کی برای خودش غم میزایده؟ مخمون. همه شما خمان میکنیم و با دکلی دیگه چی بار میکنیم؟ آخه برای خودت مهربان باش.
یک وقت برای خود زیاد جدا که، یک وقت برای رفیقا جدا که، برای زن جدا که، برای فرزندا جدا که، برای عبادت جدا که، همینو را وقت جدا کن. خطه اسیر همه ایچی نکن، خطه اسیر نکن. تو خودت برای خودت غم میزایی. چی بگت غم میزایی؟ تو خودی. قرآن میگه جزا ام بی ما کسبا، آخی مکافات جهنم رفتن تو نمینه که خطان کسب کرده. من شما را جهنم نبردم. هیچ محل برای خودتان غوصه نزایه، غم نزایه گفته. هیچ محل برای خودتان بلا نزایه. کسی تو را مجبور نمیکنه که غم خور، کسی تو را مجبور نمیکنه که گریه کن، کسی تو را مجبور نمیکنه که ناامید باش. همه شاید دست خطه، خودت خطه میکنی. گفته چی در کار زمانه را گناهگار میکنی؟ چی در کار انسانیت را گناهگار میکنی؟ همه شاید خود در بین سر خودت میبیاری، با زندگی ناراضیگی میکنی. همش خطی میگه، نکن، میگه خطه حیف نکن. بلند شو، زندگی کن. هیچ محل باوری این نکن که تمام خوبی ها از بین رفتگی هم. بعضی انسان ها چکنه هم خیلی ناامید میشن، میگه همه خوبی های بین رفته، دنیا رسوا شده، دنیا فساد شده. نه، میگه الله جل و الله شانه در 169 جای قرآن میگه بیادی کل خیر، درگاه من همش خیره، درگاه من همش خیره. مخمون خیره که نمی بینیم، میگم همه جای دست ما رفته، همه جا خیره، همه جا نیکیه، همه جا بزرگیه. برای همین برادرای عزیز، هیچ محل اسیر نسازیم خمونه در دنیا. بسیار نیکی بسیاره. این خیلی باور نکه که همه نیکی ها سوخته رفته. بلند شو، خیز، راست باش، همیشه و همیشه با باوری های کلان زندگی که همه نیکی های. هیچ محل امکانیت هایی که در پیش تو می بیاین بسیار این پنویی می بیاین، خب خب می بیاین، صدا نکرده می بیاین، در اطرا تق می زنن. تو چما در تهوی نمی کنی برای امکانیت ها؟ یکی از این امکانیت ها فردا نماز جمعه های می بیا در روزه اطرا می کوبه. تو غسل گیر، تو بدن تا شو پاک کن، خوشبو کن، مسواک زن، فرداخته برای جمعه خودت آماده کن. این امکانیت آیست آیست آمده است. ممکن هفته دیگه دیگه این امکانیت برای تو نباش عزیزم. بسیار اسیری هر کار نکخته، پناهی می بیای امکانیت ها. این امکانیت ها را خدا برای ما و شما داده. هیچ محل چیزی را تلخ کرده ننوشه، هیچ محل چیزی را تیز کرده ننوشه. تیز و تلخه آدم خودش میکنه، همش شیرینی های، همش حیات های. این زندگی دوباره ما داده نمیشود. افسوس گفتن امکانیت ها بسیارش پناهی میامدین، میامدین در امورا میزدین، ما هوی نمیکردیم. اگر فکر میکنی تو در تاریکی هستی، نه، تو در تاریکی نیستی، تو در روشنی. الله نور و سماوات و الارض، خدا گفته من نور زمین و آسمانم. الله جل و الله شانه گفته که و نور ما انزلناه، این قرآن نور برای شما دادم. الله جل و الله شانه گفته است که رسول من سراج منیر، حبیب من نوری برای شما. خدا نور، کتابش نور، حبیبش نور، همه جا نور. تو چی میگی تاریکیه؟ نه، ای بخته که تخته در تاریکی بردی، خطه در جهل بودی، خطه در نادانی بودی، خطه در بفکری بودی، با وجوده که همه جای تو نور روشنیه. به خدا توکل کن، خودش وعده کرده است. آن خدای هست که شما را از تاریکی به سوی روشنی میبیارم. یخرجهم من الظلمات الی النور، با او توکل کنه. رسمانی او را سخت خپه گفته است، زیر او وعده کرده که من شما را از تاریکی ها به سوی روشنی ها میبیارم. اگر او نبیاره کتره میبیاره عزیزم؟ هیچ کس کتره میبیاره؟ هیچ کس. عبرت ها از آیین یهود. الله جل و الله شانه چه نعمت های در پیامبران بنی اسرائیل داد. سوال می شود چرا از یهود پیغمبر زیاد آمد؟ یکی از عبرتاش،
از آیین یهود چند هزار پیغمبر آمدگی بوده است؟ اولین پیغمبری بنی اسرائیل کی بوده است برادرای عزیز؟ آخران پیامبری بنی اسرائیل کی بوده است؟ چرا 7000 پیامبر از اینا آمده اند؟ اولینش یعقوب نبی، آخرینش عیسی علیه صلات و سلام. اولین مردم پیغمبر زناکار گفت، اولین مردم پیغمبر زنازاده گفت، اولین پیغمبر مردم پیغمبر جادوگر گفت، اولین مردم پیغمبر دوز گفت، اولین مردم پیغمبر به عرب برید، اولین مردم سری پیغمبر برید، اولین مردمی که خاص پیغمبر به صلیب کشه این جهود بود. چخه از این پیغمبر نبیایم، مردمی کسل ای یو آدمی کسل ده دختر بسیار میشوه. سببش چی بوده؟ اولین مردمی که تهمت میزنن که کدام پیغمبر؟ یعقوب نبی در تورات، کتاب تورات جلد 9 صفحه 271، خدا با یعقوب گوشتین گرفت. خدا شناسی آیین یهود بینه، خدا با یهود گوشت، خدا با یعقوب گوشتین گرفت. چنان گوشتین خدا با یعقوب به درجه بلندی شد که یعقوب پای خدا را شکست. همین کتاب شما تا تورات نخونیش ما قرآن را میفهمه. چون میگن تورات تحریف شده گه، شما در اون جای قرآن دیده گه که رسول الله با خدا گوشتین گرفت. یعقوب پیغمبر شناسی یهود بینه، چخلی پیغمبر شناسی داره، میگه یعقوب با خدا گوشتین گرفت، پای خدا را شکست، خدا از یعقوب تنزل یافت، متهم شد، برای او یهودا را بخشید. پیامبری که با خدا گوشتین میگیره پای خدا را میشکنه. 900 آیه قرآن برای یهود آمده. کسی که یهود اگر شوخی میفهمه 900 آیه قرآن شوخی میفهمه. برای چی اینقدر دانه با دانه دانه با دانه یهود قرآن زیاد میبیاد، بنی اسرائیل در قرآن زیاد میبیاد؟ شما بینه اینا چی نعمت دارن، شما بینه خب چی کارا و چی لعنتی زادگی ها دارن. خب در کتاب یوحنا، انجیل یوحنا، کدام انجیل؟ یوحنا، انجیلی که هم مسیحیت به این ایمان دارن هم یهودیت. شما 5 تا انجیل داریم، یک تاش انجیل یوحنا، در باب 2، در باب 2 صفحه 131 میبینم. خداوند را لطف و مهربانی اش را بینید، داوود زناکار را بخشید. داوود این نقطه نظر مسیحیت چی بوده؟ زناکار، همون زن اوریای بتاقتی سرلشکرش قتی. داوود پسی خانه بر آمد، میگه دید زنی غسل میگیره، بدن میشوه، زنی زیبا میبینه و گشتن میدرایه، میپرسه سپاهیاشه که او زنی زیبا کیان؟ میگن زنی اوریای بتا. میگه کیای او؟ میگه یکی از سپاهیای تو که در مرز با دشمن در جنگ های. داوود آن زن را خواست، با آن زن همون شب هم بستر شد. در کدام کتاب؟ انجیل یوحنا. اینا پیامبر زناکار میگن. چی باز اینا پیامبر زیاد اومده گی بده؟ اینا تهمت میزنن، زناکار. همگی از عرب 4 پیامبر اومده ای: عاد، اسماعیل، خالد ابن زرعا، محمد مصطفی. 4 پیامبر اومده. چی به فارس پیامبر نیومده؟ فارس همون زردوشت تهمت نمیزنه. انا میخوام ملت ما، ما ملت حق جویم، همون زردوشتی که نکاح محارم داره، همون زردوشتی که مردم به درجه اوور در پسترین اوین رفتار هستند، آتش پرستی و حیوان پرستی همه چی را برده در اون آورد، تمام دین ها را یک جایه کرد، نامش همون دین مزدویه. تمام دین ها را آتش پرستی، خاکستر پرستی، این آن، همون در تهمت نمیزنن فرصا. بینید که همون در تهمت نمیزنن، اما آیین یکتا پرستی تهمت میزنن که عیسی بچه شد، تهمت میزنن در حق پیامبراشون. حتی همه بود پرست ها تهمت نمیزنن در بوتاشون. چی باز وای پیامبر نیومده؟ برای آدمای خوب بودیم، از آدمی بد پیامبر بسیار میبیو که اینا رو راست کنن.
چی بعضی یهودی ها زیاد آمده است؟ اینا میگن که زنا زاده. بینید در یوحنا در جلد دو رقم صفحه 131 چی میگه؟ وقتی که میگه دید اوریا را دعوت کرد، آمد با زن اوریا چی شد؟ هم بستر شد که داوود علیه السلام. بعد از آن که گذشت، زن اوریا خط روی کرد به داوود که من حامله دار شدم. خط نویس داوود نگه به مرز که اوریا را دعوت کنه بیایم. در همین کتاب بینین که مسیحیت چی داوود شناسی دارم. آمد، وقتی آمد گفت که سلام علیکم ای نبی خدا، گو خاند رو پاهات و دستات ششته بیار، گو من قصد کردگیم که در مرز جنگی بین مسلمان و بین بود پرست و من خانم نمیدرم، من باید به سپاه گشته روم. ندر آمد، میگه شب خارف سهری با آوردن شکی داوود این خانش نرفته است. داوود میگه یکی از هیله ها کرده است که خانش درویه و همه حامله رو در کله اوریا زنم. در همین کتاب میبیارم چی به این قدر میگه اینا تحریف شدگن، برای چی از بین رفتگی بیدن؟ تهمت ها رو بینید در کتابشون. میگه وقتی که آمد گفتن که نمیروه، این کرد میگه دعوتش کرد و نوشاند و مستش کرد. پیامبره بینه چی تو اومد میکنن، پیامبر عرق داد میگه در این. دوباره میگه به همین مستیش امون اکو مست از پیامبر بالای میگه مست، میگه خونش نرفت، میگه گشت رفت، میگه جبهه به همون مستیش خونش ندر اومد. دوباره خط کرد که اینه در اول جنگ مونی به مرز روی کنه یک کار سازه که در همین جنگ کشته شود. در جنگ بین عدزدریا میگه این از بین رفت و نامه نوشتن که اوریا از بین گذشت. داوود میگه خرسند شد. بعد از او میگه ایده زنی او گذشت، او زن گرفت چکار کرد؟ و خانه خودش آورد. از او زن که به دنیا آمد برادران سلیمان، از نقطه نظری تورات و انجیل سلیمان زناکار است، زنا بچه. قرآن میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نشده ای، ولکن شیاطین کفروا، جادوگرا کافرن. چی با؟ برای چی؟ برای که حضرت سلیمان بودجه دولت برای معبد سلیمان جدا کرد، بیت المقدس ساخت. اولین دشمنی مسجد این جهود ها. اینا گفتن که سلیمان کافر شده ای که بودجه دولت قدیم مسجد ساخته است. بعد از او خدا در قرآن میگه در تورات سلیمان پیغمبر نیست. در تورات سلیمان چه برادرای عزیز؟ در داوود پیغمبر نیست. داوود در تورات چی های؟ یگانه کتاب سلیمان و داوود پیغمبر. میگه این کدام کتاب های؟ قرآن. دست اینا رسید قرآن تحریف کردن. ما چی خیلی عبرت نگیریم برادرو؟ چی خیلی ما از اینا عبرت نگیریم؟ یک مرتبه با چشم تماشا کنه که اولین مردمی که تهمت زد پیامبر زناکار است، پیامبر زنازاده است، پیامبر حرامخور است، پیامبر کافر است، پیامبر با شیطان علاقه داره، پیامبر با کلینش حضرت یعقوب میگن با زن یهودا هم بسر شده گه. این مردم تهمت میزنه چی به از اینو 7000 پیامبر نبیاید؟ چی به نبیاید؟ اینو پیامبر کشتن در بین یک طلوع عین. یک طلوع عین چیه؟ از این آفتاب برای به این آفتاب شینی در پیش بوتی بعل 400 پیامبر سرش بریدم. تورات میگه، انجیل میگه، زبور میگه، قرآن میگه که اینا پیامبرا را میکشتن. تا اینکه از اینا ما عبرت گیریم، تا این آیین و تمدن را نخونه ولی قرآن خوب نمیفهمه برادر، یگانه رازی که حال کشف نشده این قرآنه. ولی ما قرآن فهمیدگی نیستم ولیم انا میخیل استوده گنجینه، خزینه از دنیا قیمت چیزی که عزیزم میکوید در قرآن است. ولی ما قرآن نفهمیدیم. یگانه آیه‌ای که در سوره بقره میبیاد داستان سلیمان و طالوت و جال و هاروت و ماروت و بابل و همونا میبیاین، همون آیه رقم 102 1,160,000 تفسیر داشته. کدام آیه دیگر تفسیر داره؟ یک بزرگان میگن در این بابا چی با داستانی جنگیری و جن اندازی و عجینگیری و اکسترسنسری در همین سوره میبیاید. شما با چشم سر بینید چند قدر امروز اینا دامن دارن، تمام اینجا را گرفتن سیستم هاشون قطعی. ما از قرآن من هیچی نمیدونه مرادر عزیز.
کسی که قرآن نداره هیچی نداره، کسی قرآن داره همه چی داره. صفوره روز کردیم.